اسلام، شهیدان کربلا و به خصوص روح مقدس و منور سید الشهدا علیه السلام را شاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ارواح طیبه تمامی شهیدان این سرزمین را که جان، جوانی و خونهای پاکشان را دادند تا دین ما، ایمان ما، قرآن ما، فرهنگ ما و هویت ما برای همیشه در این جغرافیا زنده و پاینده و پوینده بماند، شاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین روحی له الفدا و ارواح العالمین. اما بعد، قال الله الحکیم فی کتابه العظیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در آغاز خطبه اول خود و شما مؤمنین نمازگزار را به تقوا و حساب بردن از حضور خدا در لحظه‌های زندگی فرا می‌خوانم، زیرا مطابق آموزه‌های متعالی دین تقوا میزان سعادت، معیار نجات و جوهری تمامی پیام پیامبران الهی است. در عظمت و تأثیرگذاری تقوا همین بس که خدای علیم حکیم آخرین نسخه سعادت بشر یعنی قرآن را برای هدایت تقوا شناسان و تقوا باوران و تقوا گرایان نازل فرموده است. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. انسان وقتی تقوا را به معنای واقعی آن در وجود خودش نهاده نکرد، ظرفیتی وجودی انسان، ارزش درونی انسان، آمادگی روحی و روانی انسان برای استفاده از این کتاب علم و دانش و معنا و معنویت و حکمت فراهم می شود. و اگر کسی نسبتی به تقوا و حساب بردنی از خدای متعال باکی نداشته باشد و صرفاً به این اعتنا کند که من چون مسلمان هستم و خدای را قبول دارم و انبیا را قبول دارم و ائمه را قبول دارم، پس دیگر لازم نیست که تعهد گفتاری و رفتاری و اعتقادی هم داشته باشم، این آدم ها، این طیف آدم ها هرگز نمی توانند از پیام های زنده و سازنده قرآن استفاده بکنند.
پس تلاش کنیم یک مسلمان مؤمن متقی متعهد باشیم تا بتوانیم از سفره فیوزات نورانی قرآن بهره‌مند شویم. خطبه اول را در ادامه بحث جمعه قبل راجع به شاخصهای فرهنگ فاطمی در خدمت شما مؤمنان نمازگزار خواهم بود و در خطبه دوم به دلیل حلول ماه مبارک رجب مناسبت‌های معنوی و مذهبی و تاریخی و اوضاع نسبتاً نامطلوب کشور هست که انشاءالله به توفیق خدای متعال در حد ظرفیت زمان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جمعه قبل بحث ما برادران، عزیزان، جوانان، نمازگزاران مؤمن و عاشق و شیدای ائمه معصومین این بود که ما برای داشتن یک زندگی سالم، جامعه سالم، خانواده سالم نیازمند فرهنگ سالم هستیم، زیرا فرهنگ زیربنای شخصیت انسانها را می سازد. اگر در خانواده فرهنگ سالم حاکم بود، فرزند سالم هم بزرگ خواهد شد و فرزند سالم جامعه را نیز به سمت سلامت و سعادت پیش خواهد برد. و عرض کردیم که سالم ترین فرهنگ چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ رفتاری فرهنگ است که ما از خانه گیلین فاطمه زهرا سلام الله علیها فرا گرفته ایم. چرا این فرهنگ سالم است؟ چون این فرهنگ از دل ایمان راسخ، از دل ایمان راسخ، از دل تعهد راستین و از دل اخلاق پایدار بیرون آمده است. پس شاخصهای اصلی و بنیادین فرهنگ فاطمی این است: ایمان راستین، تعهد راسخ و اخلاق پایدار. یک انسان مسلمان با این پیش زمینه که زندگی را حقیقتی هدفدار و هدفمند می داند. برادران عزیز، زندگی بازیچه نیست، زندگی رفتار مطابق هوا و هوس نیست، زندگی و معنای زندگی را در دل عرف یک جامعه نمی شود شناخت. حقیقت زندگی را باید بر مبنای آموزه‌های دینی بشناسیم. وقتی حقیقت زندگی را و اهداف زندگی را و آرمان‌های زندگی را بر اساس آموزه‌های دینی شناختیم، اون وقت است که می‌توانیم خودمون را برای رفتن به سوی اون ایده‌ها و آرمان‌ها و اهداف متعالی عیار کنیم. جامعه‌ای که از نعمت دین محروم است، برادران، مشکل اصلیشون این است که اساساً زندگی بر اساس معنا و معنویت برای اونها معنا نشده است. چرا؟ برای این که اساساً با هستی شناسی مشکل دارن، با انسان شناسی مشکل دارن، با راه و راهنما شناسی مشکل دارن. ولی در جامعه دینی، در جامعه اسلامی، در جامعه شیعی و علوی و فاطمی، این عالم خدا دارد، این چرخ چرخاننده دارد، این گردون گرداننده دارد و انسان به عنوان خلیفه و جانشین خدا در پی یک رسالتی به دنیا آمده است. برای انجام یک گوسری وظیفه های به دنیا آمده است، آمده است تا خودش را، جانش را، روحش را، روانش را
در این عالم طبیعت، در این مدرسه هستی به کمال برساند و بعد از آن که به کمال رسید سیرش را به سوی ابدیت آغاز نماید. بنابراین اولین شاخصی یک زندگی سالم توحیدی و فاطمی، عزیزان برادران، ایمان راستین هست. ایمان نقطه پیوندی درست انسان با تمام حقایق این عالم است. ایمان نقطه پیوند انسان با خداست. ایمان نقطه به هم رسیدن انسان با انبیا و اولیاست. وقتی ایمان را پذیرفتیم که این عالم خدا دارد، حتما اون خدا را باید بشناسیم که اون خدا حکیم است، علیم است، قدیر است، رحمان است، رحیم است و همه اینها به ما یاد می‌دهد که پس این عالم نمی‌تواند هدف نداشته باشد. این زندگی نمی‌تواند یک جنب و جوش لغو و عبث و بی هدف باشد. و ایمان اون جوهری است که انسان را به اهداف عالیه زندگی پیوند می‌زند. چگونه؟ ایمان انسان را به مدرسه توحید می‌برد. ایمان انسان را به مدرسه نبوت می‌برد. ایمان آدم‌ها را به مکتب ولایت علی و اولاد علی می‌برد و در این مکتب خودش را برای خودش می‌شناساند و می‌گوید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو در این دنیا مسافری سرای ابدیت هستی. تو در این دنیا آمده ای تا بر اساس تعالیم توحیدی فکرت را، ذکرت را، اخلاقت را و رفتارت را به گونه تنظیم بکنی که از لحظه لحظه زندگی برای سیر تکامل خودت بهره ببری. نگاه اسلام به زندگی نگاه مقدس و بر محور عبادت و بندگی است. اساساً برادران، بندگی را رنج تلقی نکنید، بندگی را سختی و مشکلات نبینید، بندگی را سیر تکاملی انسان به سوی سعادت ابدی و کسب حیات جاودان و وصل شدن به هستی که در آن نیستی نیست تلقی کنید. کسی که نماز می‌خواند، کسی که روزه می‌گیرد، کسی که با خدا پیوند عمیق معرفتی و اعتقادی برقرار می‌کند، در لحظه لحظه زندگیش در مسیر تکامل در حال حرکت و پیمودن مسیر سعادت است. نگاه بکنید، اسلام می‌فرماید الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله. یعنی برادر، عزیز، تاجر، انجینیر، دکتر، خانم خانه، مادران خانه، هر انسانی مسلمانی که برای زندگیش تلاش کند مانند مجاهد در راه خداست. یعنی مانند ابوذر غفاری است، یعنی مانند سلمان فارسی است، یعنی مانند حبیب ابن مظاهر است. نگاه اسلام به زندگی اینه که اگر میخواهی برای خانواده ات تلاش کنی، سعی کن تلاشت آلوده به حرام نشود، سعی کن مال مردم را قاطی نکنی، سعی کن در بازار بر سر کسی کلا نگذاری، سعی کن از موقعیتت سوء استفاده نکنی،
تلاش کن روزی که بر سر سفره می آوری حلال باشد. چرا؟ چون کار کردن و تلاش کردن برای خانواده وقت عبادت شد می شود مقدس. کار مقدس را با دروغ آلوده نکنیم، با رنگ و نیرنگ آلوده نکنیم، با کولا گذاشتن بر سر مردم آلوده نکنیم. چرا؟ برای این که یک کار مقدس است که هم خانواده تأمین شده، هم خودت مرتب در سیر تکاملی به سوی خدای متعال قرار گرفتی. اینا را ما از کجا به دست ما می آید؟ اینها ثمره ایمان راستین و باورهای توحیدی است. پس اختی در وجود انسان ایمان شکل می گیرد، کار او، راه او، رسم او، زندگی او چون رنگ خدایی می گیرد، می تواند سراسر زندگیش عبادت باشد، بندگی باشد، خداپرستی باشد و سیر تکاملی و سوی بهشت جاودان و ابدی باشد. دومین شاخصه یک انسان مسلمان، یک خانواده مؤمن و یک جامعه ایمانی، برادران، تعهد راسخ است. فقط خدا را باور داشتن، انبیا را باور داشتن، عاشق شیدای علی و اولاد علی بودن کافی نیست. خوبه، ضرورت هست، باید باشد. اگر اینها نباشد انسان در نقطه صفر قرار میگیرد، چون انسانی منهای ایمان از نظر فرهنگ توحیدی یک انعام بیش نیست، یک موجود خورنده، خوابنده، چرنده، تولید کننده مثل بیشتر نیست. نقطه ارزش انسان و کمال انسان و بها و قیمت معنوی انسان زمان شروع می شود که انسان آگاهانه با خدا و انبیا و اولیا و حقایق این عالم هستی پیوند برقرار می کند. بعد از این که این پیوند برقرار شد، از ما تعهد خواسته است در برابر مسئولیت هایی که داریم، در برابر بایدها و نبایدهایی که داریم، در برابر تکالیف دینی و اسلامی که داریم، باید تعهد راسخ داشته باشیم. چرا امیرالمؤمنین، چرا صدیقه طاهره، چرا امام مجتبی و آقا سید الشهدا تا امام عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف برای ما اینقدر عزیز است، اینقدر محبوب است، اینقدر ارجمند است؟ چون اینها در کنار اون ایمان راسخ و استواری که به خدای متعال داشتن، همواره بر تعهد خود پای ایمان و اعتقادشون استادن. وقتی به پیامبر گرامی اسلام کفار مکه آمدن، پیشنهاد دادن و گفتن هرچی میخواهی ما قبول میکنیم، ثروت میخواهی، مکنت میخواهی، ریاست میخواهی، خانم خوب میخواهی، هرچی میخواهی، سرداری قریش رو میخواهی، همه را به تو میدیم، ولی از این لا اله الا الله محمد رسول الله دست بردار. پیامبر گرامی اسلام چه گفت؟ گفت اگر ماه را در دست راستم و خورشید را در دست چپم قرار بدهید، من نمیتوانم از این کلمه دست بردارم. چرا؟ برای این که این کلمه تنها نسخه نجات و هدایت بشر در همه عالم بوده و هست و خواهد بود. و لذا رنج ها کشیدن، درد ها بردن و فرمود ما اوزی نبی کما اوزید، پیامبر مثل من پیامبر اذیت نشد. چرا؟ برای این که این ایمان و اعتقادات بماند. اینها نشان دهنده تعهد است. امیر المؤمنین سلام الله علیه، صدیقه طاهره سلام الله علیها که فرمود صبت علینا مصائب لو انها اصابت علی الدهر سرنا لیالیا،
به اصطلاح پدرش شکایت کرد که بعد از تو رنج ها و درد ها و مصیبت های من رسید که اگر به کوه اصابت میکرد کوه را ویران میکرد، ولی ما وایستادیم. چرا؟ برای اینکه زهرا پای ایمانش ایستاد، امیرالمؤمنین پای ایمانش ایستاد و سایر ائمه معصومین همینطور. از امام حسین یزید چی میخواست؟ یک امضا. گفت تو امضا کن، من خلیفه هستم، همه چیز به ایت میدم. ولی اگر امام چنین امضایی را میکرد، مگر ما حالا محرم داشتیم؟ مگر ما حالا عاشورا داشتیم؟ مگر ما میتوانستیم امام حسین را الگوی انسانیت بدانیم؟ برادران، جوانان، خواهران، مؤمنان نمازگزار، ما هم به عنوان پیروان این دین، به عنوان پیروان این آیین، به عنوان میراثداران علی و زهرای مرضیه، باید پای ایمان خود تعهد داشته باشیم. ایمانی که به یک سری منافع مادی بلرزد، ایمانی که بر اساس درآمدهای مادی بلرزد، این مسلم ایمان نیست. بنابراین دومین شاخصه یک انسان مسلمان، یک خانواده فاطمی، یک جامعه فاطمی، این است که در برابر مسئولیت‌های انسانی و اسلامیش تعهد داشته باشد. در هیچ شرایطی، نه در خفا، نه در جلا، نه به خاطر مردم، نه به خاطر رفیق، نه به خاطر جوگیری‌های اجتماعی، دست از تعهد انسانی و اسلامی و شیعی و فاطمی و علویش بر ندارد. این می شود فرهنگ فاطمی، این می شود خانواده و جامعه فاطمی. سومین شاخصه مهم یک جامعه فاطمی و خانواده فاطمی، اخلاق پایدار هست. بعد از اینه که انسان ایمان را پذیرفت، پای ایمان و اعتقاداتش تا پای جان استاد، اخلاق مهمترین چیز است. برادران، مخصوصا اخلاق در خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده نباید صرفا بر اساس احساسات تصمیم بگیرند، نباید بر اساس فرهنگ‌های باقی مانده از گذشتگانشون تصمیم بگیرند، بلکه باید بدانند که ما به عنوان انسان‌های مسلمان مؤمن و پیرو خط علی و زهرا باید اخلاق اسلامی را رعایت بکنند. اگر اشتباهی رخ می‌دهد گفتن باید گذشت بکنی، اگر کسی بر تو ظلم می‌کند باید او را عفو بکنی، و اگر دیدی کسی اشتباه می‌کند باید او را ارشاد بکنی. نه این که اگر کسی اشتباه کرد تو از اون بدتر اشتباه بکنی. یک کسی مثلا کار اشتباهی کرده، یک رسم غلطی رو در جامعه ایجاد کرده، بعد میرن که آقا شما هم باید این کار را بکنید یا نباید بکنید، میگه چون فلانی این کار را کردم من همین کار را میکنم. این غلطه برادران، این فرهنگ اسلامی نیست، این فرهنگ توحیدی نیست. باید تا میتوانید سنت حسنه را پایه‌گذاری کنید، به فرزندانتون صبر را یاد بدین، به فرزندانتون گذشت را یاد بدین، به فرزندانتون دوستی و محبت کردن را یاد بدین، به فرزندان خود رفاقت و صمیمیت و خدمتگزاری و خلق را یاد بدین، به فرزندانتون این فرهنگ را یاد بدین که اگر کسی اشتباه کرد ازش بگذر. چنانچه حدیث امام باقر را من هفته قبل خدمتتون خواندم، بحث اخلاق به عنوان مدار فضیلت ها در آموزه‌های دینی مطرحه. یعنی یک انسان مؤمن متعهد اگر میخواهد فضیلت داشته باشد، ارزش داشته باشد، باید اخلاق اسلامی را رعایت بکند. حلم را، بردباری را، جود را، بخشش را، برادری را، خدمتگزاری را و گذشتنی از همدیگر را. اگر ما در جامعه زندگی بکنیم که ایمان تعیین کننده باشد، تعهد تعیین کننده باشد و اخلاق اسلامی و انسانی تعیین کننده باشد،
قطعاً چنین جامعه‌ای بهشتی خواهد بود و سعادت و سلامت انسان در این جامعه رقم خواهد خورد. امیدواریم خدای متعال به همه ما این توفیق را عنایت بکند که از دل فرهنگ قرآن و از فرمایشات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بتوانیم ایمان درست و تعهد درست و اخلاق پایدار را در وجودمان به عنوان یک انسان مسئول پیاده بکنیم. پروردگار را به همه ما این توفیق را عنایت بفرما که بتوانیم از فرهنگ نورانی قرآن و از فرمایشات اهل بیت معصومین برای داشتن یک خانواده متعهد و یک جامعه ایمانی و متعهد استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب انفسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على علی امیر المؤمنین آیتک الکبرى و النبأ العظیم و علی الصدیقة الطاهرة سبطة الرحمة و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرا. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در آغاز خطبه دوم بار دیگر خود و شما مؤمنان نمازگزار را به تقوی و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوی نقطه امتیاز انسان و سکوی پرواز انسان تا بی کرانه ها و بی نهایت کمال است. تقوا هم هدف را مشخص میکنه و هم راه رسیدن به هدف را به ما نشان میدهد. انسان متقی دارای اهداف متعالی و دارای انتخاب محکم و استوار در مسیر رسیدن به اون درجات متعالی معنوی است. گذشته از همه اینها بر مبنای آموزه های قرآن، تقوا برادران مشکل گشا است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خداوند میگوید کسی که تقوای الهی پیشه کند، من راه بیرون رفت از بنبست ها را به او نشان میدهم و او را از اون جاهایی که خودش محاسبه نکرده است روزی میدهم. پس ما اگر بخواهیم حتی دنیای خوبی داشته باشیم، مشکل گشای در راه داشته باشیم، باید پیوند خود را با خدا محکم کنیم و حضور خدا را در لحظه لحظه زندگی احساس کنیم و باور کنیم و با او همیشه معامله بکنیم. در خطبه دوم مناسبت های زیادی هست. اولا رحلت جانسوز مرجع عظیم الشأن تقلید حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی رو به محضر امام زمان، سلمانان جهان و
همه شیعیان عالم و به محضر شما نماز گزاران تسلیت عرض میکنیم. حقیقتاً رفتن ایشون ضایعه بسیار بزرگی برای حوزه های علمیه و جامعه تشیع بود. ایشون از اون مجتهدین بسیار آگاه و بصیر و متعهد و فعال در حوزه علمیه قم بود که آثار بسیار گرانبهای از ایشون به یادگار مونده و ضمن این که ایشون یک فقیه بسیار عمیق و یک اصولی بسیار دقیق و نکته سنج و یک انسان فرهیخته و متعالی بودن، ایجگاه از شرایط جهان اسلام و مخصوصا شحال شیعیان افغانستان بی خبر نبودن. وقتی شرایط های پیش می آمد بلا فاصله ایشون پیام صادر می کردن و از مسئولین نظام جمهوری اسلامی می خواستن که با اوضاع ناهنجار افغانستان توجهی جدی داشته باشند. مناسبت دوم مناسبت حلول ماه رجب هست. این ماه سراسر نور و سرور و معنا و معنویت که در حقیقت یک بستر فوق العاده معنوی است. خدایی که انسان را برای کمال آفریده، برنامه های تکاملزا هم برایش توسط انبیا فرستاده و گذشته از اون یک سری فرصت های بسیار طلایی و بی‌نظیر را در دل زمان قرار داده است تا انسان های مؤمن بتواند با استفاده از این فرصت ها اون سرعت حرکت خود را و سوی کمالات معنوی و انسانی و اسلامی بیشتر بکند. من فقط یک نکته عرض می کنم و اون این که به رجب در آموزه های دینی می گوین ماه تخلیه برادران و به شعبان می گوین ماه تحلیه و به رمضان می گوین ماه تجلیه. تخلیه یعنی چی؟ تخلیه یعنی که یک انسان مسلمان مؤمن تلاش کند با استفاده از این افور معنا و معنویتی که در ماه رجب ایجاد می شود و برکات را که خداوند در این ماه ایجاد کرده است، خودش را از صفات بد تخلیه کند. حسادت را، کینه را، کدورت را، تنبلی را، بی‌مبالاتی را، شک کردن نسبت به دین و حقایق دینی را با استفاده از ذکرهایی که در این ماه هست، عبادتهایی که در این ماه هست، خودش رو سعی کند به اصطلاح از این صفات زشت پاک کند. چرا؟ برای این که یک سفر معنوی در پیش داریم و اون بهره بردن از ماه شعبان و رسیدن به ضیافت خداست. ما وقتی میخواهیم به مهمانی خدا بریم، از سه ماه قبل خداوند برنامه داده که خودمون را آماده بکنیم. بنابراین می‌داریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق عنایت کند که از این فرصتی طلایی معنوی بیشتر استفاده بکنیم. مناسبت دیگر اعلام بازگشایی دانشگاه‌های کشور هست توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی که خب این یک حرکت خوبی هست، امیدوار کننده هست، ولی سؤال اصلی این است که نباید یک چنین چیزی اتفاق می افتاد و دانشگاه کشور و تحصیلات عالی مملکت که محل رقم خوردن سرنوشت یک مملکت هست، نباید این 4-5 ماه تعطیل می شد. نباید اساتیدی که ناامید شدن و مملکت را ترک کردن نباید می رفت. مسئولین و گردانندگان نظام سیاسی جدید این مسئولیت را و این رسالت را داشتند و دارند که باید دانشگاه کشور را بیش از سایر مسائل بهش اهمیت میدادند. باید اساتید دانشگاه را دلشون را میگرفتند، بهشون اطمینان خاطر میدادند. طبق بعضی آمارهای غیر رسمی بالای 200-300 نفر از اساتید دانشگاه کشور مملکت رو ترک کردن و این در نوع خود یک فاجعه است. امیدواریم که انشاءالله مسئولین از این به بعد توجه جدیتری را به دانشگاه ها مبذول بدارن و اگر امکان برگشت اساتید تجربه دیده دانشگاه وجود دارن و عزیزان را برگردانن.
یک مملکت زمانی به سمت سعادت حرکت خواهد کرد که به علم، به دانش، به دانشمند، به متفکر و به استادان اون به اسلام مملکت بها داده شود. این خودش به نظر من یک نقطه بدی و نقطه ضعفی و نقطه سیاهی بود که در تاریخ کشور شاید ماندگار شود که چرا 6 ماه تمام یا 5 ماه تمام بدون هیچ گونه عذری دانشگاه های کشور تعطیل شد و خیلی از دانشجویان سرخورده شدند و معلمان و استادان ما رفتند و امیدواریم که فضای جدیدی به وجود بیاید که اون خسارت ها جبران شود. مناسبت دیگری که هست بحث به اصطلاح نشست مجلس اروپایی ها بود با حضور زنان افغانستان که نشست برقرار کرده بودند تا از حقوق زنان افغانستان حمایت بکنند. ما ضمن این که با این گونه کنفرانس ها مخالف نیستیم، به هر حال در جهان زندگی میکنیم که ارتباطات باید باشد، دنیای اروپا بر ما تأثیر میگذارد، ما هم در اونجا تأثیرگذار هستیم. من فقط میخوام یک نکته را به مسئولین و گردانندگان امروز مملکت عرض کنم که برادران طالب، ما و شما بر اساس مبانی دینی خود داریم که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین هست، یعنی خدای متعال ما رو عزیز قرار داده. اون طرف در فرمایشات پیامبر گرامی اسلام داریم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه. اگر عزت از آن مؤمنین هست، حاکمان کشورهای اسلامی باید بسترهای این عزت را فراهم کند. و اگر طلب علم فریضه است بر زن و مرد مسلمان، باید حاکمان کشور اسلامی بسترهای آموختن و آموزاندن را فراهم کند. برای ما به عنوان یک انسان مسلمان افغانستانی مایه ننگ است که زنی مسلمان افغانستان برای در امان ماندن از مشکلات به اروپا و غربی ها پناه ببرد و از اونها بخواهد که ما را در مملکت ما یاری کنید، ما را اگر عزت از آن مؤمنین هست، ما چیکار کردیم و چگونه رفتار کردیم، چگونه فضا به وجود آوردیم که زن مسلمان افغانستان برای داشتن حق آموزش از کشورهای غربی و اروپایی باید کمک بخواهد؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟ اگر ما مسلمان هستیم و طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه هست، چرا نباید به جامعه خواهران کشور این فرصت را بدهیم که بیاین و آزادانه تحصیل کنن و در جامعه به عنوان عناصر فعال و مفید فعال باشن؟ امیدواریم که تحریک محترم اسلامی طالبان با شنیدن این گونه سخنان به این فکر بیفتن که شما در قبال تأمین امنیت دست جمعی، در قبال گسترش آموزش های عمومی، در قبال احترام به زن مسلمان افغانستان مسئول هستید و این مسئولیت را آگاهانه و مردانه و مبتنی بر غیرت دینی و افغانی ادا کنید. مناسبت دیگری به لحاظ زمانی بنده روش تکیه نمی کنم، فقط یک نکته را دوستانه و برادرانه به گردانندگان امروز سیاست کشور عرض می کنم. به اون نکته این هست که ما با مطالعه در تاریخ مملکت یک سنت غلط را ردیابی می کنیم، یک سنتی غلطی سیاسی را در افغانستان در طول حداقل 100 سال تاریخ شاهدش هستیم و اون سنت، سنتی وابستگی سیاسی به کشورهای دیگر است.
سیاستمداران افغانستان، شاهان افغانستان در طول 100 سال اخیر هیچگاه سیاست را و نظام سیاسی را نتوانستن از چرخه معاملگری خارج بکنن. حتما یک طرفی قضیه یک کشور معاملگر بوده که قدرت را به عده داده و بعد از اینها امتیاز گرفته و تمامی منافع ملی کشور را پای منافع ملی خودش قربانی کرده است. من میخوام به طالبان عرض بکنم که اگر شما میخواهید قهرمانان آینده تاریخ سیاسی کشور باشید و اگر میخواهید نسل فردا از شما الگو بگیرد و شما را به عنوان قهرمانان جهاد و فرزندان مردم افغانستان بشناسد، این سنتی غلطی سیاسی یعنی نگاه به بیگانگان را همینجا برای همیشه ختم کنید و نظام سیاسی را بر اساس اراده ملی معطوف بر تأمین منافع ملی بر اساس احترام به آرای ملت و مردم شریف و آقای افغانستان بنا بکنید و از نیروهای متخصص و متعهد و فنی که در کشور وجود دارد برای بیرون رفت از بنبست‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی استفاده کنید. بر بازوان جوانان افغانستانی تکیه کنید تا هم خودتون عزیز شوید و هم ملت افغانستان عزیز شود. اوضاع آشفته اجتماعی را نگاه کنید تا مرز یک کشور باز می شود مردم افغانستان حالت فرار از مملکت را به خود گرفته. این الان مسئولیت کیست؟ مسئولیت سران سیاسی هست، مسئولیت رسانه ها هست که به مردم امید بدهن، بگوین مردم ما از جنس شما هستیم، ما فرزندان شما هستیم، ما نیامدیم ویرانی بکنیم، نیامدیم مزاحم زندگی شما بشیم، ما آمدیم تا شما احساس عزت کنید، احساس غرور کنید، احساس هویت کنید، دیگه زیر چکمه خارجی مثل آمریکا و ناتو نباشید. اینها پیام های هست. که می تواند در شرایط امروز اگر از ارگ ریاست جمهوری، اگر از وزارتخانه ها، اگر از رسانه ها به سمع و نظر مردم افغانستان اعلام شود، قطعا این مردم دوست ندارن مملکتشون را ترک بکنن، خاکشون را ترک بکنن، در کشورهای همسایه توهین را، تحقیر را، رنج را، آوارگی را و دربدری را تحمل کنن. اگر شما از جنس این مردم هستید که هستید، اگر برای نجات ملت افغانستان جهاد کردید که کردید، حالا بیایید به حرف دل مردم افغانستان گوش کنید، حالا بیایید به سخنان جوانان افغانستان گوش کنید، حالا بیایید به سخنان دختران جوان افغانستان در سرگهای کابل و سایر شهرها گوش کنید و به اینها پاسخ در خوری این ملت شریف و عزیز و رشید بدهید. و تا زمانی که سنت غلط سیاسی وابستگی به بیگانه در این کشور حل نشود و برای همیشه ختم نشود و تا زمانی که سنت برپایی یک نظام سیاسی بر اراده ملی و معطوف بر منافع ملی شکل نگیرد، باز هم ثبات سیاسی در کشور هیچ گونه ضمانتی ندارد. امیدواریم که خدای متعال به همه مسئولین کشور این درک را و این آگاهی را و این شعور بلند سیاسی را عنایت کند که از تاریخی سراسر بی‌ثباتی، از تاریخی سراسر رنج و درد و محرومیت ملت افغانستان و از ناکامی شاهان گذشته درس بگیرن و برای یک بار هم که شده ملت افغانستان را به صحنه گردان عرصه سیاست تبدیل کنن تا عزت دنیا و آخرت این ملت شریف و نجیب و مؤمن و وطن دوست رقم بخورد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
محمد و محمد صلی الله علیه و آله.